حالا من که هیچ دین خدای رو قبول ندارم، خب ملحد هستی، اما از اینکه شما حرص میخورید که یه عده علی رو خدا میدونن و خودتون رو هر روزه 10 کیلو لاغر میکنید که اینا رو بگید، برام جالبه. به شما چه که کی چی میگه؟ مگه اینطوری این که منظوری از این حرفا داشته باشید؟ آقای جلیل عرفانی، شما الان گفتید که یک ملحد هستی، الان من بگم من ملحد هستم خدای نخواسته، باز بگم آقا من ملحدی هستم که خدا رو قبول دارم. من ملحد هستم ولی خدا رو قبول دارم، خدا عزیز است و حکیم است و رحیم است و وهاب است و غفور است و غفار است. همین تو آتیش میگیری که اگه ملحد هستی این حرفا چیه که میزنی؟ میگم به تو چه؟ تو من دلم میخواد بگم ملحدم ولی اینا رو قبول دارم. نه، تو میگی تو بازار منو خراب میکنی. موبایل سامسونگ مثلا، یکی تقلبی درست کنه اسمش که بذاره سامسونگ، خب کارخونه سامسونگ که نمیتونی بگی آقا تو چرا اعتراض میکنی؟ میگه بابا این بازار من خراب میکنه. قضیه شیعه اینجوریه با ما، قضیه شیعه این است که میگه من مسلمونم، باز اصحاب پیغمبر فحش میده، زنای پیغمبر بد میگه، شرک رو در دین میاره، ربا داره، زنا داره به نام صیغه. لذا ما میگیم آقا اینا از ما بریست، ما از اینا بری هستیم. شما امروز میبینید که چرا مردم اصلا با اسلام بده، اصلا با سنی اول بدتره. همین ملحدین احمق ما، نادار ما، خبیث ما، ملعون ما، اینا بخواد چی بکنه؟ اول سنی رو میکوبه. ما بهش میگیم آقای ملحد، این سنی که تو میکوبیش، این چه گناهی داره در کارنامه این حکومت اسلامی ایران؟ این که مسجد هم نداره، تو خبیث که هر کاری دلت میخواد میکنی، در خود دولت هم هستی، ما عبادتگاه نداریم، تو گناه اون چرا به ما مینویسی؟ میگه پیغمبر شما بوده، پیغمبر اونا بوده. گفتم اگر پیغمبر ما بوده، پیغمبر اونا بوده، چرا به ما عبادتگاه نمیده؟ علت داد زدن ما اینه. اول اینکه کسی که به ناموس ما فحش بده، به مادر من اگه فحش بده، من اینقدر ناراحت نمیشم که به مادر مؤمنان فحش بده. میبینید دیگه چقدر توهین میکنن. اولا که ما حق داریم، کسی که بزرگای دین ما رو، دوستای خدا رو، دوستای خدا بودن اصحاب رو فحش میده یا بد میگه، ما باید دفاع کنیم دیگه. حالا کسی پدر منو بزنه، پدر شما رو بزنه، شما بلند نمیشی، جلوشو نمیگیری؟ آیا این همینه دیگه؟ اینو جای پدرای ما بودن، بلکه پدرای مقدس ما بودن، اصحاب پیغمبر. لذا این حرف شما بی خوده، ما لاغر نمیشیم ولیکن حق دفاع داریم. این همه مثال زدم، امیدوارم متوجه شده باشید.